از اون دسته از واژه هایی که توی زبان انگلیسی به شدت پرکار برده و توی مکالمه های دیلی میتونه خیلی بهمون کمک کنه. توی مکالمه های انگلیسی، توی English conversation ها خیلی میتونه بهمون کمک کنه. پس تا آخر این ویدیو منو همراهی کن که صفر تا صدش رو میخوایم با هم یاد بگیریم. ببین، دو به عنوان یک کلمه اصلا کاری ندارن و ما میگیم دو یه گرامره دیگه، خب، ولی دو به عنوان یه دونه کلمه دقت داشته باش. دو به عنوان یک کلمه معنیش میشه انجام دادن کاری. چی شد؟ دو به عنوان یک کلمه معنیش میشه انجام دادن کاری. مثالای من رو ببین. دو ده شاپینگ. دو ده شاپینگ، خرید کردن. خب وقتی من خرید میکنم در اصل دارم یک کاری انجام میدم دیگه. دو ده شاپینگ، خرید کردن. یا مثلا دو ده اکسرسایز. دو ده اکسرسایز، ورزش کردن. من وقتی ورزش میکنم در اصل دارم یک کاری انجام میدم. یا دو ده بیزینس. بیزینس انجام دادن. دو ده بیزینس. بیزینس انجام دادن. وقتی من دارم بیزینس میکنم در اصل دارم یک کاری انجام میدم دیگه. خب پس دو به عنوان یک کلمه به معنی انجام دادن کاریه. من مثالشو نزدم ولی بیارمش توی جمله. گذشته دو چی میشه؟ دید. خب من قبلا اینو آموزش دادم. گذشته دو میشه دید. من میخوام بگم ورزش کردم. I did exercise. I did exercise. مثالی که خودم میزنم توی دیسکریپشن مینویسم. I did exercise. ورزش کردم. خب یا مثلا به بچم، به دخترم، به پسرم میگم Do your homework. Do your homework. Homework به معنی چیه؟ تکلیف. Do your homework. تکلیفتو انجام بده. به معنی انجام دادن کاری بود دیگه به عنوان یک کلمه. Do your homework. تکلیفتو انجام بده. یا مثلا I did shopping. I did shopping. خرید کردم. I did shopping. خرید کردم. خب پس do به عنوان یه دونه کلمه به معنی انجام دادن کاری که گذشتش میشه did. مثالم زدم دیگه. I did exercise. ورزش کردم. I did shopping. خرید کردم. I did business. بیزینس انجام دادم که مثلا این ماشین رو تونستم بخرم. یه ماشین خریدم، یارو میاد میگه چجوری خریدی؟ من میگم I did business. I did business. بیزینس انجام دادم. میره به گذشته. کلن بذارش کنار. دو به عنوان یه دونه کلمه به معنی انجام دادن کاری بود که گذشتش هم میشد دید. مثالش هم زدم. کلن بذارش کنار. خب بریم سراغ گرامرش. ببین، گرامر دو همیشه خدا، یعنی این نکته‌ای که میخوام الان بگم، هیچ موقع عوض نمیشه. همیشه خدا میاد اول جمله دو من و بعدش یو میگیره. یعنی چی؟ یعنی برای دوم شخص استفاده میشه. معنی دو به عنوان یه گرامر چی میشه؟ میشه آیا. خب آیا همیشه حالت سوالی داره. هر موقع بخوای بپرسی آیا این کارو کردی، آیا اون کارو کردی، میاد اول جمله و بعدش همش یو میگیره. فقط و فقط دوی که حالت سوالی داره میاد اول جمله و معنیش میشه آیا برای دوم شخصه. خب دوم شخص هم کسی که روبروی منه دیگه. یو، شما، تو، شما. خب مثلا منو ببین، همش با یو هستش. هیچ موقع نمیتونم برای هی و شی و ایت و رضا و محمد و فاطمه و سارا از دو استفاده کنم. هیچ موقع. دو به عنوان یه دونه گرامر میاد اول جمله، معنیش میشه آیا و بعدش همیشه یو میگیره. به مثال من دقت کن. اولی مثالمو ببین. Do you speak English? Do you speak English? آیا شما انگلیسی صحبت میکنی؟ آیا شما. Do you speak English? Do you speak English? آیا شما انگلیسی صحبت میکنید؟ یه نکته راجبه اسی که اینجا نوشتم بگم. من نمیگم Do you speak? Speak. Speak. اس رو س تلفظ میکنم. Do you speak English? آیا شما انگلیسی صحبت میکنی؟ میبینی؟ حالت سوالی داره و بعدش هم you اومده. یا مثال دوم هم ببین. Do you want to go? Do you want to go? آیا شما میخواید بری؟ Want به معنی خواستنه. Do you want to go? آیا شما میخواید که بری؟ تو هم اینجا معنی که. خب Do you want to go? آیا میخواید که بری؟ Do you want to go? بعدی دو چی اومده؟ You اومده.
یا مثال سومم Do you drink water? آیا شما آب میخورید؟ Do you drink water? Drink یعنی نوشیدنه. خب Do you drink water? آیا شما آب میخوری؟ بچه ها چون اینجا want رو داشتیم، اینجا water داشتیم، یه نکته راجع به W بگم. وقتی من بخوام W رو تلفظ کنم لبامو قنچه میکنم. و Do you want to go? Do you want to go? آیا میخوای که بری؟ Do you drink water? Do you drink water? آیا شما آب مینوشی؟ آب میخوری؟ Do you drink water? آیا شما آب میخوری؟ و مثال بعدیم Do you want to be a doctor? بی معنی شدنه. دکتر هم که دکتر. Do you want to be a doctor? آیا شما میخوای که دکتر بشی؟ Do you want to be a doctor? آیا شما میخوای که دکتر بشی؟ میبینیم بی معنی شدنه. این هم حالت سوالی داره. دو رو آوردم اول جمله، بعدش یو آوردم. چرا؟ چون دو به عنوان گرامه میاد اول جمله و معنی آیا میده و بعدش همیشه یو میاد، چون دو من برای دوم شخص استفاده میشه. این نکته رو فراموش نکن. Do you want to be a doctor? آیا میخوای که دکتر بشی؟ Do you want to be a doctor? آیا میخوای که دکتر بشی؟ بچه من راجع به to قبلا آموزشش رو توی چنل گذاشتم، لینکش رو توی دیسکریپشن میذارم. بعد از اتمام این جلسه برو اونم نگاه کن، خیلی میتونه کمک کنه. Do you want to be a doctor? آیا شما میخوای که دکتر بشی؟ این از این. ما متوجه شدیم که آقا دو به عنوان یک کلمه به معنی انجام دادن کاریه. مثالشو زدیم، گذشتش دیک بود که مثال اونم زدیم. گفتیم دو به عنوان یک گرامه میاد اول جمله و به معنی آیاه و همیشه خدا بعدش یو میاد، یعنی برای دوم شخصه کامل. خب حالا من میدونم که برای منفی کردن دو باید بگم don't، که معمولا همه میان میگن آقا I don't، اول آی میارم بعد دونت میارم. خب معمولا اینجوری منفی کردنش. ولی منفی کردن حالت سوالیش، یعنی منفی کردن گرامرش، خیلی آسونه. خب من میگم Do you have a car? Do you have a car? آیا شما ماشین داری؟ Do you have a car? آیا شما یه ماشین داری؟ حالا میخوام بگم آیا شما یه ماشین نداری؟ Don't you have a car? Don't you have a car? آیا شما یه ماشین نداری؟ خب یا مثلا Do you go to work? Do you go to work? آیا شما میری به سر کار؟ Do you go to work? نمیری به سر کار؟ Don't you go to work? Don't you go to work? حالت سوالی هم میتونه منفی بگیره. Do you have a car? آیا شما یه ماشین داری؟ Do you have a car? آیا شما یه ماشین داری؟ Don't you have a car? شما یه ماشین نداری؟ Don't you have a car? Do you go to work? Do you go to work? آیا شما میری به سر کار؟ Don't you go to work? آیا شما نمیری به سر کار؟ Do you help me? Do you help me? آیا به من کمک میکنی؟ Do you help me? Don't you help me? به من کمک نمیکنی؟ Don't you help me? تو به من کمک نمی کنی؟ به همین سادگی. پس حالت منفی هم میتونه سوالی بگیره، که تمام مثالایی که زدم رو توی دیسکریپشن می نویسم. نکته بعدی که فقط این جمله معمولا ازش استفاده میشه، یه کاربرد دیگه دو هستش. بچه ها دو من میتونه بعضی موقع معنی زیاد بده، معنی تأکیدی بده. وقتی میخوایم روی جمله رو خیلی تأکید کنیم میتونیم از دو استفاده کنیم. مثلا I do love you، خیلی دوستت دارم. I do love you، خیلی دوستت دارم. خب معمولا وقتی بخوایم روی جملمون تاکید زیادی کنیم، خب از do استفاده میکنیم. I do love you، خیلی دوستت دارم. امیدوارم که یاد گرفته باشی، که حتما هم اینطوره. اگه یاد نگرفتیم این جلسه رو از اول نگاه کن، چون به شدت مهمه do و خیلی جا استفاده میشه، علی خصوص این حالت منفی سوالیش که خیلی از بچه‌ها مشکل داشتن توش، که امیدوارم که کامل صفر تا صدش رو یاد گرفته باشی. و اگه دوست داشتی، ببین اگه این ویدیو رو دوست داشتی حتما لایک کن و سابسکرایب کن، اون زنگوله بغلش هم بزن که هر موقع ویدیو آپلود کردم بهت خبر بده. منت گذاشت رو سر من تا اینجای ویدیو ما رو همراهی کردی. مرسی.